سرخط خبرها. قطع یک بارگی اینترنت در کابل، باشندگان پایتخت نگران هستند. رسانه های ایرانی، یک شهروند افغانستان 10 تن را با چاقو کشت. بعد از الزاویری، بزرگترین فرمانده ارشد طالبان پاکستانی کشته شد. لباس مارشالی بر تن یک طالب، شبرغان چگونه سقوط کرد؟ و جبهه آزادی بخش بلوچستان، 4 مأمور ارتش پاکستان را کشتیم و 4 تن دیگر را زخمی کردیم. با یاد خدا به خبرهای مهم این کانال خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیو مهم با ما باشید. قطع یک بارگی اینترنت در کابل، باشندگان پایتخت نگران هستند. باشندگان شهر کابل می گویند که جریان اینترنت در بیشترین بخش‌های این شهر دچار اختلال شده و ارتباطات و فضایکاری را با مشکل مواجه کرده است. شمار از باشندگان پایتخت روز دوشنبه 7 اسد در صحبت با خبرگزاری روزنامه 8 صبح می گویند که از بامداد امروز جریان اینترنت در بیشترین بخش‌های شهر کابل قطع شده است. آنان با ابراز نگرانی از این وضعیت می گویند که علت قطع اینترنت را نمی دانند و کسی حاضر نیست در این مورد به مردم پاسخ دهد. ساحات کوتی سنگی، دشت برچی، مکرویانها، خیرخانه، قلای فتالا و گل سرخ از ساحات است که باشندگان آنها به اینترنت دسترسی ندارند. طالبان هنوز در پیوند به این مشکل ابراز نظر نکردند. رسانه های ایرانی، یک شهروند افغانستان 10 تن را با چاقو کشت. رسانه های ایران گزارش دادند که یک شهروند افغانستان در ایران 10 تن به شمول 6 هموطنش و 4 شهروند ایران را با ضرب چاقو کشته است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که یک شهروند افغانستان ناوقت روز یکشنبه 16 اسد 10 تن را با ضرب چاقو به قتل رسانده و هنگام فرار از سوی پلیس بازداشت شده است. بر بنیاد معلومات ایرنا، این رویداد در سایه ولایت کرمانی ایران رخ داده و علت آن نیز نزاع شخصی گفته شده است. مقام‌های محلی گفتند که این شهروند افغانستان هنگام بازداشت قصد داشته با چاقو خودکشی کند، اما موفق نشده است. لباس مارشانی بر تن یک طالب، شبرغان چگونه سقوط کرد؟ مختار وفایی، خبرگزاری اندپندنت فارسی. مارشال عبدالرشید دوستم در نومبر سال 2019 و در اوج اختلافهای سیاسیش با اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان در نشست با حضور شمار سیاستمداران افغان در خانه خود در شهر شبرغان از غفلت حکومت در سرکوب طالبان انتقاد کرد و گفت که اشرف غنی از اوضاع افغانستان غافل و سرگرم برنامه های قومی است. او در حال که لباس نظامی بر تن داشت گفت که با ادامه پیشروی طالبان به سمت شهرها، بی‌توجهی حکومت و قومگرایی اشرف غنی تصمیم دارد برای مردم و کشورش مبارزه کند. او با کنایه گفت خانه گرگ به استخوان نیست. دوستم میخواست با این سخنانش بفهماند که هرچند در دولت نقش اساسی ندارد و دستگاه نظامی در اختیارش نیست، به عنوان یک رهبر نظامی و سیاسی میتواند در مقابل دشمنانش استادگی کند و در زادگاهش یعنی شبرغان به قدر کافی نیرو و مهمات برای جنگ در اختیار دارد. این سخنان دوستم موج از نگرانی در دستگاه دولت وقت ایجاد کرد. او در سخنرانیش هشدار داد که اگر اشرف غنی به برنامه های قومگرایانه خود ادامه دهد، سرنوشت او با آنچه بر دکتر نجیب الله آخرین رئیس جمهور دولت دموکرات افغانستان گذشت یکسان خواهد بود. چند روز پس از این سخنان دوستم، نمایندگان اشرف غنی به دیدار او رفتند. پس از آن هم جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای حمایت قاطعی و ناتو، با گروهی از نظامیان خارجی به دیدار دوستم آمدند و یک مدال نظامی بر سینه او نصب کردند. 110 روز دفاع شبرغان، خانه گرگ خالی شد.
حاجی اکرم پهلوان یکی از فرماندهان حاضر در خط مقدم دفاع شبرقان طی 110 روز جنگ نفسگیر در آن شهر بود. حمله و تهاجم طالبان به شهرهای افغانستان از اوایل ماه می آغاز شد و دوستان و پسرش یار محمد را با فرماندهان و نظامیان تحت امر خود از کابل به شبرقان اعزام کرد تا از نفوذ طالبان به داخل شهر جلوگیری کند. در شبرقان یک واحد ارتش افغانستان نیز مستقر بود و در کنار آن شمار از نیروهای پلیس و امنیتی ملی نیز حضور داشتند، اما تصمیم گیری و فرماندهی جنگ بر عهده دوستم و پسرش یار محمد بود. دوستم همواره از بی‌توجهی رهبران حکومت وقت افغانستان به شبرقان شاکی بود. او یک بار در اوج حمله و تهاجم طالبان به مرکز شهر شبرقان گفت که نیروهای دولتی به نیروهای تحت امر او که در خط نخست دفاع شبرقانند حتی یک گلوله کلاشنیکوف هم کمک نمی کنند. دوستم که همزمان با تجدید حملات طالبان به شبرقان در 13 می وارد آن شهر شد، اوسط ماه جون به کووید 19 مبتلا و مجبور شد برای تداوی به ترکیه برود. وضعیت سلامتی دوستم به قدر وخیم توصیف شد که به گفته یکی از نزدیکانش با امبولانس هوایی با آنکارا پایتخت ترکیه منتقل شد. همزمان با بستری شدن دوستم در آنکارا، پسرش یار محمد دوستم هم که فرماندهی جنگ در شبرقان را بر عهده داشت به کابل رفت. گفته می شد او نیز بیمار و تحت تداوی بود. دوستم از بیمارستان مرخص شد و به کابل بازگشت. اما وقت به افغانستان رسید که بسیاری از شهرستانها از جمله شهرستانهای جوزجان به تصرف طالبان در آمده بودند و شهر شبرقان نیز در محاصره بود. ماشال دوستم با اشرف غنی ملاقات کرد و آماده بود دوباره به شبرقان برود، اما هرگز این فرصت را نیافت. او به مزار شریف رفت تا همواره با دیگر رهبران سیاسی شمال برای اوضاع چاره‌ای بیندیشد. بعد از الزویری، بزرگترین فرمانده دیگر کشته شد. رسانه‌های پاکستانی با نشر تصاویری گفتند که عمر خالد خراسانی، یک فرمانده ارشد طالبان پاکستانی، در برمل ولایت پکتیکا در نتیجه انفجار ماین کنار جاده‌ای کشته شده است. در این انفجار 3 تن از همراهان خراسانی به نام‌های حافظ دولت، مفتی حسن و عبدالرشید نیز کشته شدند. با آنکه طالبان تا اکنون در این مورد خاموشی اختیار کردند، اما رحمت الله نبیل تحویلا عامل این انفجار را پاکستان خوانده و گفته حالا هر همسایه و کشور بیرونی به افغانستان تجاوز و مخالفانشان را میکشند، اما رهبران طالبان رد میکنند. خبر کشته شدن این فرمانده نامدار طالبان پاکستانی در خاک افغانستان در حال نشر میشود که طالبان افغان از چند به این سو میزبان گفتگوی صلح میان اسلام آباد و طالبان پاکستانی در کابلند. جبهه آزادی بخش بلوچستان، 4 مامور ارتش پاکستان را کشتیم و 4 تن دیگر را زخمی کردیم. جبهه آزادی بخش بلوچستان یعنی PLF می گوید که نیروهای آنان در 2 حمله جداگانه در شهرهای گوناگون 8 تن از ماموران ارتش پاکستان را کشته و زخمی کردند. سخنگوی جبهه آزادی بخش بلوچستان گفته است که نیروهای آنان روز یک شنبه 7 آگوست توانستند با استفاده از اسلحه‌های تکتیرانداز 2 مامور ارتش پاکستان را در منطقه چاب از مربوطات شهرستان گینج زخمی کنند. سخنگوی جبهه آزادی بخش بلوچستان همچنان گفته است که نیروهای این جبهه با استفاده از یک ماین کنترل شده در منطقه پدرزر در شهر گودال یک موتر نیروهای ارتش پاکستان را هدف قرار دادند که در نتیجه آن 4 مامور ارتش پاکستان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. سپاس که تا این دم با ما بودید. لطفاً ویدیو را لایک و چینل را سابسکرایب کنید.